خرداد امسال ایسنا در سلسله گزارش‌هایی مشکلات روستای بشیرآباد تربت جام در استان خراسان رضوی را منعکس کرد. برای سالها آب شرب اهالی روستای بشیرآباد با تانکر تامین می‌شد و برای آب غیر شرب هم ناچار بودند به قناتی دورتر بروند. سنگینی بار آب و حمل آن در کنار تمام مشکلاتش منجر به چند مورد سقط جنین شده بود. این روستا از جاده مناسب هم محروم است و محرومیت‌های دیگری هم دارد. اما پس از انتشار گزارش‌های ایسنا از مشکلات آنجا، حالا دست کم معضل تأمین آب برای اهالی حل شده و با همت خیرین آب لوله‌کشی به خانه‌های بشیرآباد رسیده است. خدایا چه بنده هایی داری که من شرمنده هم خدا رو گواه میگیرم، یعنی آب حیات، یعنی اینقدر محرومیت جاهایی من الان آبرسانی داره میشه، هوتکایی که آب لجن دارم میخورن. همین تو ماشین بودم تا آقای قربانی، آقای فرماندار اونجا گفتن یه 4 روستای دیگه است این جور اینا رو میخواد اینا، گفتم صلواتشو بفرستید. هر جا میگن عکس فیلم آب و با دبه میبرن، سریع فردا میان رسیدگی میکنن چند کیلومتر لوله میخواد، چقدر خانوار داره، سریع قرارداد میبندیم انجام میدیم. آدم بدهکار باید خجالت بکشه از طلبکار. طلبکار کیه؟ شماها همتون. بدهکار که منم والله. خیلی سختی ها ما برداشت کردیم نسبت به آب. نمیدونستن که ما مردم نان رو به دست بیاریم یا آبه. نسبت به وضو که اولین حکم الله سبحانه و تعالی نمازه، برای این نماز ما آب برای وضو نداشتیم. با سختی وقتی می اومدن، خیلی آدم ها می اومدن به اینجا وضو می گیرم، آب نبود، دوباره برمیگشتم میرفتم به خانه شو، دوباره برگشت برای نماز طولانی میشد، اونها نمی رسیدن من خدا به نماز بیان. و تمام این مردم به وضو اینها، به آب حیوانات اونها حتی الان اضافه شده، چقدر خوشحالن، چقدر حتی حیوان ها الان سیر آب میشن، چقدر انسان ها الان تو این روسا سیر آب میشن. بچهای کوچیک بودن که شاید چند روز این بنده خدا دوش دار نمیتونستن بگیرن، اما الان همه اونها آب، این نعمت، این شیر آور باز میکنن. با خدا قسم بعضی میگم ما فکر میکنم خواب میبینه، هنوز باور اونها نشده که این شیر داره آب میه، هنوز این بندگان خدا دارن این فکر رو میکنن. الله سبحانه و تعالی به همه خبرنگارا که این کار رو پخش کردن عزت بده، به آقای ابراهیمی عزت بده، به تمام کارگرا عزت بده، به همه و همه انشالله الله عزت بده. نه اول آب بود، خب از تقریبا 20-25 ساله که هیچی آب اصلا نیست. از سال 82 تا حال آب این روستا هیچی دیگه اصلا آب وجود نداشت.
مشکل مردم همه یک حرف واحد بود و اون هم کمبود آب و نبود آب شرب بهداشتی به صورت دائم در روستاها بود. خیر نیکوکارمون جناب حاج اکبر ابراهیمی از تهران با دیدن خب کلیپ هایی که از محدوده خبری شهرستان گرفته شد، کلیپ ها رو دیدن و طی تماسی که با فرمانداری محترم گرفتن، کارشناسان ایشون از تهران تشریف آوردن و در میعت کارشناسان و دوستان سپاه از محدوده روستای بشیرآباد بازدید شد و با دستور مستقیم جناب آقای مهندس علوی در عرض کمتر از یک هفته کلیه نقشه های اجرایی جهت اجرای پروژه آماده شد و در سفری که داشتیم خوشبختانه خیر محترم مبلغ 6.5 میلیارد برای اجرای پروژه چشمگل در نظر گرفتن و مجموع روستاهایی که در این پروژه بهره مند شدن، روستاهای چشمگل، کلاته علارستان، چنگآباد و روستای بشیرآباد با 1000 خانوار و حدوداً 4000 نفر جمعیت تحت پوشش بود. خب این شرکت نوبای مجموعه آفادراب 9 ماه تشکیل شده. مشکلات روستاهامون واقعا زیاد هستش. مجموعه آفادراب به نظرم کار زیاد کرده و کار زیاد داریم، همونطور که در همه ادارات مطمئناً این مشکلات اعتبارات عمرانی هستش. همه دست پنجه داریم نرم می‌کنیم. بران نیاز هست به کارهای مشارکتی، کارهای خیری. کلاً قبلاً هم آب آشامیدی روستا کلاً از همین جی بوده، بعدش هم آب دام هم کلاً از همین جی بوده. به روستای ما سال 82 این روستا حسابش بکن زلزله شد، خب جا به جای روستا رفت اونجا، اونجا حساب کن میشه 17 سال، درسته؟ 17 سال ما آب نداریم. الحمدلله آن خدا را شکر که الان آب. اواخر خرداد بود که با رسانی شدن مشکل کمبود آب روستای بشیرآباد، مخصوصا اون فیلم واقعی و انگیزشی که ایسنا تهیه کرده بود، حاج آقا با من تماس گرفتن که این قصه بیابی بشیرآباد چیه که شما اونجا هستید. گفتم حاج آقا من مشهدم، دو سه روزی به من اجازه بدید تا گزارش کنم خدمتتون. من بعد از تلفن حاج آقا با دو تا از دوستانم در تربتچه‌ام تماس گرفتم، گفتم آقا هر کاری دارید بذارید برید، تا یک دو ساعت دیگه یه گزارش برای من بیارید، ضمنی که فردا صبح من خودم اونجایم. دوستان رفتن و به هر حال صحبتهایی با دوستان کرده بودن. لپ مطلب این بود که آقا اینها بیابن، در این شکی نیست. اینجا ما هزینه علاوه بر اون تعهد هزینه اجرا دادیم، مضاف این بر این که تأمین برق هم برای سه نقطه سر چاه و دوتا ایستگاه های پمپاژ باز در تعهد آفا بود که این هم به علت نبود اعتبارات محقق نشد. باز ما مجبور شدیم با شرکتی برای تأمین برق قرارداد ببندیم و دقیقا 500 میلیون تومان هم اونجا ما هزینه کردیم و هزینه های جمع هزینه ها با هزینه های متفرقه ای که داشتیم حدود 10 میلیارد و 250 تومان ما در این پروژه خرج کردیم. یعنی در تربت جام گفتم آقا تشریف بیارید که مردم میخوان از شما تشکر کنن. مردم چرا تشکر کنه؟ من باید بیام از مردم تشکر کنم. مردم موجب شدن من کار خیر انجام بدم، مردم موجب شدن که من پول خدا رو بدم به بندگان خدا، بعد مردم بیان از من تقدیر کنن.